درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه ششم آذر ماه ما رو همراهی کنید. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین گفته است که قطر، مصر، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اسپانیا در حال تلاش برای تمدید آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس در نوار غزه هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، المالکی میگوید آتش‌بس میتواند برای 1، 2 و یا 3 روز تمدید شود، اما هیچ کس دقیقاً نمیداند. ساعتی پیش جوزف بورل، مسئول سیاستگزاری خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، هم خواستار یک آتش‌بس پایدار و راه حلی دائمی شده بود. ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس اکس و تسلا و مالک شبکه اجتماعی ایکس، به همراه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از کیبوتس کفار عزه بازدید کردند. کفار عزه که در نزدیکی مرز نوار غزه قرار دارد، از مناطقی بود که هدف حملات تروریستی و مرگبار شبه نظامیان حماس در روز 15 مهر قرار گرفت. امروز دوشنبه در ادامه تجمعات اعتراضی گروه‌های مختلف صنفی، عده‌ای از بازنشستگان شرکت مخابرات برای وصول مطالباتشان در برخی شهرهای ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. فقط بعد شنیدیم عدالتی ندیدیم. قیمت گوجه فرنگی در ایران که در سالهای قبل از اوایل فصل زمستان افزایش می‌یافت، در اوایل آبان ماه گذشته بین 13 تا 14 هزار تومان بود. اما اینک بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حداقل قیمت گوجه فرنگی 40 هزار تومان است و در برخی میوه فروشی‌ها این محصول تا 60 یا 70 هزار تومان هم فروخته می‌شود. روزنامه توسعه ایرانی در شماره امروز خود بخشنامه خیلی محرمانه وزیر کشور را منتشر کرده است که محتوای آن دستوراتی برای برخورد با زنانی است که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. دیروز هم روزنامه اعتماد این بخشنامه را منتشر کرده بود که قوه قضاییه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. شماره زیادی از حقوقدانان بر این باورند که به دلیل اینکه این سند مرتبط با حقوق شهروندان است، نباید اساساً سند طبقه بندی شده تلقی شود.